دوستان من سلام. میگم قیام مردم ایران علیه نظام ولایت کم بود، قیام مردم عراق هم اضافه شد. برای بچه های بصره رو میگم که کنسولگری نظام ولایت رو به آتیش کشیدن، اونم چه آتیشی، ناز شست نظام ولایت. آنچه طی روزهای جاری در بصره میگذرد اتفاقی بی ریشه و تصادفی نیست. همه ناظران و کارشناسان متفق القولند که طی دهه های گذشته بصره به عنوان یکی از غنی ترین شهرهای عراق همواره به لحاظ خدمات دولتی و امکانات مورد تبعیض واقع شده و سوء مدیریت خرد و کلان معیشت را برای مردم این استان سخت کرده است. ببین یارو حسن دانایی فر رو میشناسین؟ از اون تروریست های دبشه ها. بله، از کل گنده های سپاه قدس. پروندهش پیش منه، یعنی از اون آدم های کنار گود نیست، خودش وسط گوده. پیام تغییر از بصره به تهران. با توجه به تحولات اخیر لازم است در سیاست های ایران در عراق تا حدی تجدید نظر صورت گرفته و نوع نگاه دامن زننده به برخی از حساسیت های ایدئولوژیک که ممکن است باز تولید کننده چنین تنش هایی در آینده باشد، با نگاه اقتصاد محور و متفاوت به سمت تعاملات بهتر و استراتژیک گام بردارد. بای داره جام زهر رو به عظما تعارف میکنه. داره میگه اوضای نظام خیته، تا همین چند وقت پیش همین عراق واسه شون پولشویی میکرد و یه آبباریکه واسه دور زدن تحریما بود. نه تنها همونم قطع شده، کلن نظام ولایت رو دارن با تیپا میندازن بیرون. حتما باید در ارتباط با کمک هایمان به کشور عراق بازنگری کنیم. البته اخیراً هم یک افسر عراقی به سردار سلیمانی توهین کرد. اگر آنها می توانند از خاک خودشان دفاع کنند، دلیلی برای حضور ما در عراق نیست. و چرا ما باید هزینه و شهید برای دفاع از عراق بدهیم؟ یارو پاک روانش پاکه. اتفاقاً همین حالا دارن از خاکشون دفاع می کنند. دفاع در برابر اشغالگری نظام ولایت که 10-15 ساله مثل اختاپوس چسبیده به این عراق بیچاره. خب دوستان، حالا اگه به خبر بصری، خبر تظاهرات آخونده تو کربلا، بله درست شنیدین، بله تظاهرات آخونده اونم علیه نظام ولایت رو اضافه کنیم، پازلمون تکمیل تر میشه. تازه خبر تظاهرات تو سوریه هم علیه نظام هست. خلاصه این که اوضای نظام تو منطقه خیلی خیته، کلن باید دومشو بذاره رو کولش و گورشو از منطقه گم کنه. فعلا خدا نگهدار. Check out.